دولت مردان بنگلادش در دیدار با مقام های سازمان ملل مدعی شدند که میانمار از درگیری های داخلی خود به عنوان بهانه ای برای به تأخیر انداختن بازگشت آوارگان مسلمان روهینگیا استفاده می کند. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. دیپلمات ارشد بنگلادش خواستار تلاش‌های هماهنگ آژانس‌های سازمان ملل برای حل بحران طولانی مدت مسلمانان روهینگیا شد و میانمار را به استفاده از درگیری‌های داخلی خود به عنوان بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن بازگرداندن مسلمانان تحت آزار و اذیت متهم کرد. حسن محمود وزیر امور خارجه بنگلادش روز جمعه در نیویورک طی 4 دیدار جداگانه با تعدادی از مقام‌های سازمان ملل گفتگو کرد. وی در این دیدارها گفت حدود 1,300,000 مسلمان روهینگیا در بنگلادش زندگی می‌کنند. اکثر مسلمانان روهینگیایی در سال 2017 به دلیل سرکوب خشونتبار نظامی در استان راخین از میانمار گریخته و بیشتر آنها در کمپ‌های شلوغ در کاکس بازار اسکان یافته، اما از اواخر سال 2020 حدود 35,000 نفر به جزیره باسانچار نقل مکان کردند. وزیر امور خارجه بنگلادش در دیدار با جولی بیشاب نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور میانمار گفت وضعیت درگیری ها در میانمار پدیده جدیدی نیست و نباید به حکومت این کشور فرصتی داده شود تا از آن به عنوان بهانه ای برای مقابله با بازگشت مسلمانان روهینگیا به کشورشان استفاده شود. وی در دیدار با دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به دلیل تأخیر در بازگشت مسلمانان روهینگیا کمپ‌های پناهندگان در بنگلادش به مرکزی برای جنایات مختلف از جمله قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم تبدیل شده است. از فوریه سال جاری حدود 750 نفر از نیروهای پلیس مرزی و ارتش میانمار به بنگلادش گریختند. حسن محمود همچنین با فیلیپیو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار داشت. گفتنی است آتش‌سوزی بزرگ روز شنبه موجب سوختن صدها پناهگاه، مغازه و سایر تأسیسات از جمله یک مرکز آموزشی و یک مدرسه اسلامی در کمپ‌های پناهندگان در سواحل جنوب شرقی بنگلادش شد و 1,200 مسلمان روهینگیایی را بی پناه گذاشت. محمد میزان الرحمن کمیسر امداد و بازگشت پناهندگان بنگلادش در رابطه با این آتش سوزی گفت که این رخداد اساساً مشکوک است، چرا که رقابت‌های جناحی در میان روهینگیایی‌ها در اردوگاه‌ها وجود دارد و قبلاً هم چنین اتفاق‌هایی سابقه داشته و علاوه بر آن شلوغی بیش از حد پناهگاه‌ها می‌تواند به گسترش سریع آتش کمک کند. حمید نیکو پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین الملل از کلن آلمان همراه ما هستند تا تحلیل ایشان را پیرامون این گزارش بشنویم. آقای نیکو سلام و عرض ادب و تشکر از شما. آقای نیکو با هم گزارش را دیدیم، از نظر شما چه راهکار بین المللی مؤثر برای حل مشکل مسلمانان روهینگیا و تن دادن دولت میانمار به رعایت قواعد بین المللی و مسائل حقوق بشری وجود دارد؟ بفرمایید. درود بر شما و بینندگان عزیز. عرض شود که مسئله مسلمانان و به طور کلی اقلیت‌ها در کشورهایی که به حال ساختار دموکراتیک ندارن همواره با مسئله تبعیض و خشونت‌های قومی و مذهبی روبرو بوده که در واقع مسلمان‌ها هم از این واکنش، از این شرایط در امان نبودند. بنابراین اون چیزی که واضح هستش میتونه فشارهای بین المللی از طریق سازمان ملل و یا کشورهایی که به هر حال میتونن تاثیرگذار باشن، کشورهای اسلامی در این میان نقش بسیار مهمی میتونن ایفا کنن، تحریم‌های بین المللی هم میتونه تاثیرگذار باشه و به نوعی شرایط رو هم باید در کشور میزبان پناهندگان
کشور بنگلادش میتونن به نوعی شرایط رو بهبود بدن از طریق کمک‌های بین‌المللی تا پناهندگان مسلمانی که به این کشور گریخته‌اند بتونن از حداقل امنیت جسمی و روانی برخوردار باشند، به ویژه اینکه در این میون ما با مسئله شکنجه، مسئله تبعیض و قاچاق انسان هم روبرو هستیم که کودکان و زنان مهمترین قربانیان این شرایط هستند. تشکر از حمید نیکو، پژوهشگر و تحلیلگر روابط بین‌الملل که از کل آلمان همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون این موضوع ارائه دادند.